سلام به همه دوستانم. من یه برنامه دیروز ضبط کردم که حالا ممکنه یه خود با تاخیر بیاد، نمیدونم، یوتیوب ظاهرا باش مشکل داشت، محدودش کرده. حالا الان یه سوژه دیگه به ذهنم رسید، بعضی از دوستانم در موردش صحبت کردم و این بحث سلبریتی ها، یا اگه بخوام صادقانه بگم کسانی که متهم هستن به سلبریتی بودن. واقعا مشخصات سلبریتی واقعی رو ندارم، ولی به هر حال عنوانش رو یدک میکشن و بعضا سوء استفاده میکنن. خب بعضیشون هم انصافا آدمای قابل احترامی هستن. ببینید، خب در همه جوامع اینو نمیشه تکذیب کرد، در همه جوامع افراد مشهور، افراد محبوب، سلبریتی ها تأثیر دارن بر جامعه و البته اگر بخواد عادلانه و منصفانه باشه از جامعه هم باید تأثیر بپذیرن، یعنی بر اساس شرایطی که در جامعه هست از نفوذ کلام یا از محبوبیت خودشون استفاده کنن برای کمک به کسانی که اینها رو دوست دارن و قاعدتا اینها هم باید اونها رو دوست داشته باشن. ما در خوشبینانه ترین شرایط 50% موضوع رو داریم، یعنی محبوبیت رو کسب میکنیم و بعد دیگه حاجی حاجی مکه. این اتفاقاتی که این روزا افتاده، فاجعه‌ای که در آبادان اتفاق افتاده، حالا سوای اینکه تلفاتش چقدر، خود حکومت هم راست نمیگه، حکومت واقعا رفتارش نمک بر زخم مردم پاشیدنه. خامنه‌ای 4 روز بعد از حادثه تسلیت میگه و بعد دستور میده برای سرعت عمل. حکومت 6 روز بعدش از عمومی اعلام میکنه، علتش هم مشخصه، برای اینکه میخواستن اون قرتی بازی مزخرف سلام درمانده رو اجرا بکنن. که حالا در اینجا هم بگم، یک کسی برای من نوشته، درست هم نوشته بود، که شأنی که اینا برای امام زمان قائل شدن، فرمانده، یعنی اردن در حد خامنه‌ای، شأنی که امام زمان قاعدتاً شیعیان براش قائلن خیلی بالاتر از فرماندهه. ولی به هر حال بگذاریم، اینا برای اینکه نام منحوس خامنه‌ای که فرمانده کل قوا هست تداعی بشه و بعدم اسم خامنه‌ای رو میارن، این عنوان رو درست کردن، و برای فریب مذهبیه که بگن سرود برای امام زمانه نه برای خامنه‌ای. بگذاریم. خب اینا برای اینکه بتونن اون برنامه رو اجرا کنن با 6 روز تاخیر از عمومی اعلام کردن. خب این طرف حکومت که مشخصه، اصلا اصرار داره که دشمنیش با مردم نشون بده و دشمن مردم هم هست، تردیدی هم وجود نداره. کسی تردید داشته باشه بایستی حتما به روانپزشک مراجعه کنه. به نظر من کسی تردید داشته باشه که این حکومت دشمن مردمه، یا بایستی مطالعات چه بیشتر کنه. خب رفتار سایر اقشار مردم، به خصوص سلبریتی هایی که خیلی مدعی هم هستن، بعضیشون وقتی حرف میزنن از مردم طلب کنن یه جوری حرف میزنن که انگار مثلا تمام زندگی خودشون رو وقف مردم کردن، اونها خیلی عجیب غریبه. رفتار پرویز پرستویی در آمریکا خیلی عجیب بود، اما اون موقع ما یک حادثه ویژه‌ای نداشتیم، بله بحث گرونی‌ها بود و مسائل دیگه، این که مردم رو سرگرم کنن و بعد رفتار اهانت‌آمیزش نسبت به مخالفان خودش. اما روزهای اخیر که ما حادثه آبادان پیش اومده و یک سری خانواده عزادارن و یک سری خانواده شاید شرایطشون از عزادار بدتره، اضطراب دارن، نگرانی دارن، تکلیفشون مشخص نیست، فرزندانشون زیر آوارن، امید دارن اما رفتار حکومت ناامیدشون میکنه، یه عده که میخوان کمک کنن حکومت جلوشون رو میگیره و مسائل مختلف. تو این شرایط بعد مثلا سلبریتی دنبال این باشه که لباس نمایش بده یا مثلا بیاد حرکاتی بکنه که ضمنی که خود اون حرکت به نظر من در شرایط عادی طبیعی نیست، در شرایط عادی هم حتی طبیعی نیست، اما در این شرایط که حتما طبیعی نیست و به خصوص این که اگر باعث بشه که، یعنی در شرایط که مردم عزادارن، طرف بیاد حرکاتی انجام بده که معمولا نشانه خوشی و خوبی و اینهاست، که البته همیشه امیدوارم همه مردم خوش باشن، ولی در شرایط فعلی که همین سوژه ها میتونه کمک به حکومت باشه که بی‌کفایتی‌هاش و جنایتش، واقعا اون اتفاقی که در آبادان افتاده یک نتیجه ای از یک جنایت حکومته، جنایتی که افراد وابسته به حکومت بدون اینکه صلاحیت داشته باشن در کارهای تخصصی وارد میشن، سرمایه کلان در اختیارشون قرار میگیره، از اون سرمایه برای سوء استفاده فراوان استفاده میکنن و بعدم نهایتا به دلیل بی‌کفایتیشون این سودی که اونها میبرن به قیمت جان مردم تمام میشه. خب در این شرایط ما بیایم به حکومت کمک کنیم و سوژه های فرعی درست کنیم، به نظر من نمیتونه عادی باشه. اما من حرف دارم، اون آقایی که میگه من این کارو کردم، من همسرم رو بوسیدم برای اینکه عشق نشون بدم، امروز بیش از همسر تو که شما هر موقع میتونی عشقت بهش نشون بدی، مردم آبادان نیاز به عشق دارن. اگر همزمان با این کار یه اظهار علاقه هم به مردم آبادان میکردی، یه اظهار تأسف هم نسبت به فاجعه آبادان میکردی، گفتم خیلی خوب، این طرف اول با ابراز عشق به همسرش مهربانی خودش رو نشون داد و بعد هم از این صحنه‌ای که ایجاد شده، صحنه‌ای که در شرایط عادی میتونه خیلی هم طرب انگیز باشه، خیلی هم امیدآفرین باشه، استفاده کرد برای اینکه
همدردی کنه با مردمش. اما شماها چون نمیخواید کوچکترین حرفی بزنید که مبادا به حکومت بر بخوره و رانتتون رو از دست بدید. رانت خور فقط خاوری نیست، بسیار از این دوستان اگر دستشون برسه از خاوری بدترن. کسی که فقط دغدغش و هم واقعاش اینه که کاری کنه که حکومت هواشو داشته باشه، نمیدونم جشنواره رو از دست نده، فلان جا رو از فلان امکان از دست نده، اون تریبون از دست نده، این سفر رو از دست نده، این حتما اگر در موقعیت خاوری قرار بگیره کمتر از خاوری نخواهد بود، کمتر از تبری نخواهد بود. اینکه همه دنیا دارن اظهار تأسف میکنن، بسیاری از مردم ایران، ایرانیان در داخل کشور به اندازه، اگر نگم به اندازه اهالی آبادان، حداقل تا حدودی شبیه مردم آبادان عزادارن. تو میگی من آمدم عشقمو نشون بدم و واقعا این میگم این عشق اشکال نداره، به شرطی که کنارش یک کلمه هم در مورد مردم آبادان میگفتی. یا اون یکی خانم که من واقعا وقتی لباسای تنش دیدم حد زدم که احتمالاً فیلم دیگه قرار بوده به جشنواره اعزام بشه، ارسال بشه و افراد دیگه اعزام بشن و لحظه آخر عوض شده، لباسی که برای هنرپیشه که درست کردن ایشون پوشیده، که حالا من نمیدونم کسانی اعتقاد دارن زیبایی داره یا نداره اونش بماند، اما جلب توجه های اینطوری چنینی. ببینید شما ممکن بگی هنرمند کار اومده رفته کن بعد کارشو بکنه، ولی ما یا فلان فستیوال رفته، فلان جشنواره رفته، رفته کار خودشو بکنه، رفته فیلم نمایش بده، بسیار خوب. اتفاقا اگر ما آدم باشیم، انسان باشیم، این موقعیت هاست که میشه ازش استفاده کرد. مگه چند بار من روی اون تریبون پر سر صدا میتونم برم؟ مگر چند باری که هنرپیشه در یک جشنواره جهانی حضور پیدا میکنه؟ اگر از این لحظات هم استفاده نکنیم برای اینکه صدای مردممون رو به دنیا برسونیم، که اینجا یکی از بهترین جاهاست، جایی که جمهوری اسلامی نمیتونه سانسور کنه، در داخل و خارج کشور منعکس میشه، اگر از این هم استفاده نکنیم باعث در بسیار از اصالتهای خودمون شک کنیم. و میبینیم که همزمان با اون یه خانم دیگه وقتی میره روی سن که جایزه‌شو بگیره، اولویت اولش میشه مردم آبادان، لباس مشکی میپوشه و میاد اظهار عزاداری میکنه و غم و غصه به طور طبیعی در صداش و در جملاتش منعکسه. اونم چه کسی؟ چه کسی که بدون تعارف اکثریت ملت ایران در حقش ظلم کردن، منتشر کردن چیزی رو که علیهش بود، اما اون آدم وای میسته و از مردم ایران دفاع میکنه. انصافا شما این صحنه رو ببینید. مرسی بوکو. I had to write it down. J'ai dû écrire mon petit discours. I just want to start with some Persian words for me. Je souhaite d'abord parler en farsi à mon peuple chez moi. موفقیت برای من مفاهیم عمومی و جمعی هستن. هرچند در این لحظه خیلی خوشحالم، ولی بخشی از وجودم برای مردم ایران که هر روز گرفتار مشکلات زیادی هستن غمگینه. دل من با آبادانه، دل من با گوشه و کنار خاک ایرانه. من اینجا اما دلم با زنان و مردان ایرانه. خب شما این رو حساب بکنید، فردی که میگم خاطره ای که از اکثریت مردم داره یک خاطره تلخه. حالا شاید من اقراق کنم اکثریت، ولی جمعیت کثیر از ایرانیان در حقش بدی کردن، یک اشکال و ایرادی که همه ما در زندگیمون تیم داشته باشیم ازش گرفتیم و به خاطر فکر مریض خودمون، به خاطر نمیدونم چجوری تعبیر کنم، لذتی که مثلا ممکن از یه صحنه ببینیم، لذتی که از خرد شدن آدما متاسفانه از اون میبریم، باعث شدیم که خودمون اون فیلم رو صدها برابر، ده ها برابر، هزاران برابر منتشر کردیم. فردی که از میگم بسیاری از ایرانیان صدمه خورده، وقت طوری میاد وای میسته، اولویت اول قبل از در مورد خودش حرف بزنه، در مورد موفقیتش حرف بزنه، در مورد جایزه‌ای که داره میگیره، قبل از اینکه خوشحالیش رو نشون بده، قصه بزرگی تو دلش رو به طور طبیعی نشون میده، در صداش، در نوشتش، در رفتارش، در حرکاتش و حتی در لباس پوشیدنش. خب ببینید اینجاست که میبینیم که انسان‌ها ارزش پیدا میکنن و نه نام‌ها. البته نام هم مهمه، ولی کسی که انسانیت در وجودش باشه، نه ظواهرش مهمه، نه سوابقش مهمه، نه تحصیلاتش مهمه، اینا همش به خودی خود میتونه مهم باشه، اما ترکیبی از این مسائل به اضافه یک جو انسانیت، خیلی بدون تعارف من میگم، میتونه کمک بکنه. ما ببینید فوتبالیست داریم، ورزشکار داریم، وقتی علی کریمی و علی دایی رو دعوت میکنن برای کانادا قبول نمیکنن، نمیخوام بگم اونام حالا بوت از اونام بوت بسازن، اما چهار نفر دیگه هم به راحتی قبول میکنن، تازه شروع میکنن به کسانی که مخالف بودن فحاشی کردن و خلاصه میشن در پوزیشن نصیحت که بله نمیدونم ما فکر فوتبال ایران هستیم، شروع میکنن اهانت کردن به کسانی که به حق خواستار
تحریم فوتبال بودن یا مسائل دیگه. ما در داخل کشوری که میگم یک جو انسانیت، ببینید به نظر من نه حجاب نشون دهنده عقب مونده بودنه، نه بی حجابی نشون دهنده پیشرفت، نه برعکسش، نه تحصیلات عالی خیلی نشون دهنده پیشرفته، نه کسی که به دلایل مختلف از جمله کمبود امکانات نتونست تحصیل کنه الزاما از اون تحصیل کرده پایین تره. شما، من یک نمونه به شما میگم برای کسانی که خیلی این روزها من دیدم تا حرف میزنن میگن این که مسلمونه به درد نمیخوره، اون که نمیدونم حزب اللهی به درد نمیخوره، این که چادریه. شما فاطمه سپهری رو مقایسه کنید با شهره قمر، ببینید کدومشون انسانه و کدومش انسان نیست. من اصلا موضع سیاسی رو کاری ندارم. در مورد سلبریتی هم همین کارو بکنید. و من یک توصیه دارم، من همه حرفا رو زدم پرحرفی رو کردم، ببخشید، یک توصیه براتون دارم. اگر نمیخواید با این افراد مبارزه بکنید که باید بکنیم، با این افراد باید اینها رو باشون برخورد بکنیم، حداقل یک فریادی بر سرشون بزنیم، این اصطلاحی که من روزا میگم توف در صورتشون بندازیم، افرادی که عملا از محبوبیتی که ناشی از سرمایه‌گذاری ملت هست علیه ملت استفاده میکنن یا حداقل به نفع مردم استفاده نمیکنن، از فرصت هایی که به نفع مردم ایجاد میشه مثل همین جشنواره های جهانی استفاده نمیکنن، اگر نمیخواد توف در صورتشون بندازیم، حداقل یک کار میتونیم بکنیم، صف نکشیم برای عکس یادگاری با اینها گرفتن، صف نکشیم برای تعریف و تمجید از اینا، حداقل یک بی‌اعتنایی بهشون بکنیم. اگه یه جا دیدیمشون سرمون بزنیم بریم اونور که طرف بفهمه این حرکاتش واکنش داره و دیگران بفهمن که فرق هست بین همراهی با ملت با سوار شدن بر مردم. نظر مردم همه ماها بفهمیم. یعنی شما اگر 4 بار به من بی‌اعتنایی کنید وقتی منو دیدید، من میفهمم که مردم خوب تشخیص بدن چه کسی همراهشونه و چه کسی نیست. میفهمم که به خاطر فلان موضع‌گیری که من کردم مردم از من زده شدن. خواهش میکنم بیاید این کارو بکنید. اگر در مراحل بالاتر هم میتونید انجام بدید، برخوردهای تندتر بکنید. میگم واقعا من خیلی سریع دارم میگم. بعضی به من میگن روزا خشن شدی. اصلا من خشن نشدم. مگه میشه در برابر جنایت آبادان بگم بسیار خوب، برم اون کسی که مثلا تیراندازگر ببوسم بگم تو برادر منی، بسیار خوب، یه گله دیگه هم بزن. نه، یه جاهایی بایستی اگر نمیتونیم مثل خودشون، حداقل متناسب با خودشون برخورد کنیم. ولی به هر حال اگر کسانی این امکان رو ندارن که علنا تو روی این سلبریتی نماهای سوء استفادهگر رانت خور بیستن، حداقل بی‌اعتنایی میتونیم بکنیم. ما باید فردا زهرا امیر ابراهیمی و ترانه علی دوستی فرق برخورد مردم رو بفهمن. مردم باید بفهمن که موج سواری یعنی چی. مردم باید بفهمن که اینکه یه سلبریتی احساس کنه که فقط باید مطرح باشه به هر قیمت، یکی بیاد دیگه 25 سال پیش فلان کس به من نظر داشت، تو جنایت کردی 25 سال پیش، این امکان رو فراهم کردی که این آدم دوباره ادامه بده، و حالا که امروز میبینی که مثلا این اسم طرف مطرح شده، میگه مطرح میگه این آقا به من نظر داشت، بله بگو، من نمیگم نگو، ولی میتونم سوال کنم که چرا 25 سال مخفی کردی؟ آیا جز این؟ بله میان جواب میدن، میگن که نمیدونم، اگه نمیکردیم کار از دست میدادیم. مگه بسیار از جوانای کشور جونشون از دست ندادن؟ تو جونت خیلی عزیزتر، تو جون نمیخواستی از دست بدی، حد اکثر یک موقعیت شغلی از دست بدی، که اینطور هم نبود. یعنی واقعا تمام کسانی که در صنعت سینمای کشور فعالن همشون فاصلن. تو اگه با یکی کار نمیکردی با کسی هم نمیتونستی، یا نه تو اصلا هنری نداشتی، فقط یک اتفاق، یک شانس اتفاقی برات اومد و می‌خواستی اصلا استفاده کنی. ببینید ما مشکلمون اینه که افرادی که اسم سلبریتی رو خودشون میذارن دنبال مطرح شدن به هر قیمت و سوء استفاده از موقعیت هستن. این تعارف نداره که اینکه میگم سوء استفاده، استفاده اینه که شما وقتی که یک فرصتی در اختیار قرار میگیره بهترین و بالاترین بهره برداری ازش بکنی. رفت تو کن ازش استفاده کن به نفع مردمت. چه اگر مثلا یه تسلیت به مردم آبادان میگفتی، من حالا وظیفه تو این بود که جنایتکاران رو محکوم کنی. اگر اون کارم نمیتونی بکنی، حداقلش این بود که یک تسلیت بگی، حداقلش این بود که خیلی ابراز شادی نکنی، حداکثرش این بود که شادی های رخت خوابی تو منتقل نکنی به اونجا. من عذر میخوام مثلا میگم، ولی واقعیتش اینه که مدتی به این نتیجه رسیدم که در لفاف صحبت کردن و خلاصه اینکه یه چیز بگیم، نه سیخ بسوزه نه کباب، هم نوید محمدزاده از من خوشش بیاد، هم نمیدونم مثلا محمد نوروزادی، نمیشه. فقط سیب زمینیه که هیچ مخالفی نداره، چون رگ نداره. هر کسی یک رگ هم داشته باشه بالاخره مخالف پیدا میکنه و ما هم باید عادت کنیم. نمیتونم من بگم حالا فلان کس فلان حرکت نمایشی فریبکارانه کرد، من هیچ چی نگم، من که طرفداران حتاکش نیان تو اینستاگرام من فوش بدم، به جهنم بذارید فوش بدم، برید ببینید پست آخر منو ببینید، من ببینید چی نوشتم، بعد ببینید طرفداران لات و لوتی که پول میگیرن از بعضی از افراد که بیان لات بازی در بیارن، اونا رو ببینید. به خدا اگه برای من اهمیت داشته باشه، اندکی برای من اهمیت نداره. خب من میگم خواهشم اینه که تصمیم بگیریم واکنش نشون بدیم به فرصت سوزی های سلبریتی هامون و در واقع راندخوری های ضد مردمیشون.
نکته دیگه‌ای که خب دوستان میدونن که صفحه اینستاگرام من چند ماه پیش بسته شد به لطف نفوذ جمهوری اسلامی در اینستاگرام، صفحه جدیدی باز کردم. من آدرسش رو گذاشتم، دوستان اگر میخوان بپیوندن، که من چون قرار شد از بعد این مقدار در اینستا فعال‌تر باشم و تلاش کنم که ویدیوهام رو اونجا هم بذارم که اگر کسانی در داخل کشور نمیتونن ویدیوها رو ببینن از روی یوتیوب اونجا ببینن. در پایانم تشکر میکنم از دوستانی که محبت کردن. من وقتی اعلام کردم برای زدن در واقع دکمه تانکس روی صفحه که اینجا هم هست، حالا عکسش رو هم نشونتون میدم، خیلی ممنونم. بعضی از دوستان خیلی محبت کردن، ولی باور کنید رقم مثلا مهم است. همینقدر که من احساس کردم تعداد زیادی از هموطنانم با اولین گفتن من این کار رو انجام دادن، خدا رو شاهد میگیرم اصلا بحث رقمش مطرح نیست. البته رقم هم حتما به من کمک میکنه، ولی واقعا امیدم زیاد شد. یعنی بعضی از افراد میگفتن اگه بگیم هموطن اقدام نمیکنن، شاید نمیخوام بگم انگیزه اصل تنها انگیزه من، ولی یکی از انگیزه من بود که این رو هم تست کنم و انصافا هموطنان طوری منو شرمنده کردن که میتونم این رو با افتخار به دیگران هم بگم و امیدوارم که باز هم در حدی که امکان هست این کار انجام بدن، کمک بکنه به من. حداقل کمکش اینه که اگر من بی نیاز بشم از آگهی های یوتیوب، میتونم ویدیوهام رو خیلی راحت بر روی اینستاگرام که قابل دسترس تر است برای مردم بذارم. و نکته پایانی همین که بعضی از دوستان دیگه هم کمپین های گذاشتن، مسئله شخصی هم نیست. حالا ما رو من شاید یه مقدار شخصی بود، اگرچه به هر حال برای این فعالیت نیازه، ولی دوستان مثل علی جوامردی کمپین های گذاشتن برای رسوا کردن نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه های خارج از کشور و در رسانه های مثل اینستاگرام، اینها خواهش می‌کنم اونها رو هم حمایت بکنید. به هر حال کاری که علی جوامردی و دیگران دارن انجام میدن یک قدم بزرگ هست برای شکست جمهوری اسلامی در این عرصه و زنده نگه داشتن صدای مخالفان. موفق باشید.